هلو پمزی توب، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب خودتون. من پمزیم و برعکس سیستان بلوچستان بیاین یه آرتیست آوردم براتون از سیستان. اسم موزیکش هم هست از سیستان، یعنی ارق ملی داره ها، مخصوصا به خطه خودش، به اسم امین آنتونی. بزنید بریم موزیک ویدیو از سیستان رو ببینیم، از امین آنتونی ببینیم که چجوری هست. Let's go. بگو خب 2 دقیقه و 10 ثانیه از یوتیوب چنل امین آنتونی استریم میکنیم، لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم، از اونجا هم حتما استریم کنید و ازش حمایت کنید. بریم ببینیم که چجوری یاست. فریم کار اینجوریه، فکر کنم پخش از اینستاگرام بوده به خاطر همون فریمش این شکلیه. اوکی چه تتوهای باحالی داره، ببخشید من فکر کنم صدای سیستمو کم کردم به خاطر همین صدای موزیک کمه. آره خب این از اول. تتوی باحالیه دختره. این پیکو کمی کم پرساسم برام پیچیده دورمون آجی بازم چلا. ای وای من چقدر باحال و خوش وایب. اوکی اولش که پشت سر دختر شد کورکوپرم ریخ یه لحظه، گفتم که ای نکنه من اشتباه کردم آرتیست دختره، ولی نه، یه بانوی هم کنارش هست که بانوی زیبای خوش استایل، تتوهای قشنگ و موهای خوشگل با یه داشه همچین ریشوی آخموی جدی. اوکی بریم یه بار دیگه از اول ترک رو داشته باشیم. اوکی توی استان خودش میگه که من اول چارتم و صدام از سیستان رسیده مازندران. حالا من فکر میکنم چون سیستان جنوب کشوره و مازندران خب شمال کشوره، منظورش همینه که مثلا من از صدام از جنوب رسیده تا شمال، همونجور که بچه های شمال هم میگن الان مثلا صدام توی تهران پلیه یا مثلا تو گمرون پلیه و اینا رو خیلی شنیدیم توی ترک های مخصوصا دوکی و چرسی و اینا، خیلی شنیدیم اینا. اوکی صد چهار تا ملان و سلام از سیستان رسیدم آسان در این پیکو کمی کم پرساسم برام پیچیده دورمون آجی بازم چلا. یه زمانی نبود هیچ که دورم پامو گذاشتم توی مسیر دور و بلند، الان نزدیک هدفم هم رو به قلم، 7 بار بخورم زمین 8 بار میشم بلند. خیلی من ترک های این تریپی رو دوست دارم که خیلی سلیس و واضح و خیلی روون آرتیست میخونه، خیلی لیریکس عجیب غریب و پیچیده ای نداره، یه بیت خیلی یواش ملوی و زیر پلیه و آرتیست هم توش داره رپ میکنه، روش داره رپ میکنه. من این وایب ترک ها رو واقعا دوست دارم. مشکرم خیلی لیریکس روونی هم نوشته، زیباست. آنی نبود هیچ که دورم پامو گذاشتم توی مسیر دور و بلند. راجع به میکس و مسترش هم یادم رفته بگم که میکس و مستر خوبی هم داره، هم وکال خیلی واضح شنیده میشه، هم جاهایی که باید وای به اون آژیر کلان و اینا رو بگیریم میکس و مستر در آورده کارشو. الان نسی که هدفم هم رو به قلم، 7 بار بخورم زمین 8 بار میشم بلند. دوستن داشتم 5 صبح باشم از زیر پتون، ولی باید کار میکردم و میافردم دوون، اگه جا میزدم اون روزا کارم میشد تموم با ترکایی یا ساشق رب شدم واسه همین دفتش. گفتش که مثلا از کجا هم عاشق رب شده با ترکای یاس، من با ترکای حسین عاشق آره ترکای حسین عاشق رب شدم، کارم میشد تموم با ترکای یاس عاشق رب شدم واسه همین تتوشو زدم من روی جلو. راست میگه پسر، هی دارم نگاه میکنم تتوشو میگم خدایا این تتوه چقدر آشناس، این سیم خارداریه که یاسم داره. ولی ببینید با اینکه الگوش یاس بوده و داره انقدر واضح میگه توی ترکش که مثلا من الگوم یاسه و مثلا
به عشق یاس آرتیست شد، یعنی علاقه من شدم به رپ، ولی اصلا ادای یاس رو سعی نمی کنه در بیاره. دیدید بعضیا مثلا الگوشون مثلا چه میدونم تتلوه، میان جر میدن خودشونه که عین تتلو بخونن. مثلا خب یعنی چی؟ اوکی حالا تو تتلو رو خیلی دوست داری، الگوته، با اصلا با اون آرتیست عاشق چیز شدی، رپ شدی، ولی ادو شد دیگه، چرا در میاری؟ خودت باش. آفرین، واقعا من واقعا بهت تبریک میگم که اینجوری نیستی و ادای کسی رو در نمیاری. یا عاشق رپ شدم واسه همین تتوشو زدم من روی چلو، کسی لات نمیشه آخه با شلوار کردی اومدی ما رو تو بیف بزنی ولی خوردی و میسازیم یه چی از ایران که بشه قفلیش و فرقی نداره ایران باشه یا که ترکیش. توی استان من نام بروانم، صدام از سیستان رسیده حتی تهرانم. توی چند خب مازندران رو گفت و تهرانم گفت و برج میلادم نشون داد. اوکی نام بروانم، صدام از سیستان رسیده حتی تهرانم. توی چند میل تکمیل میشه فرسامم، هیچی مثل رپ نمیتونه کنه ارزامم. یه خورده نو اصابم و یه نمور قاطی، اهل خطرم و ندارم هر کسی من باکی. توی سیستان انقدر که خاک خوردم که شدم یه آدم اهل دل و خاکی. اگه چک بخورم چک و پس میدم توی این مسیر نمیشه من تسلیمم. اینه تسلیمم، اینا که منو میبینن در میرن آره فهمیدن نمیتونم بکنم کلبام خیلی رو میگم آجی حرفا من این روزا ندارم. من اصابم نمیشه که بیاین و درتون و نذارم و نذارم و نذارم دیگه هیچ انتظار یک کسی من ندارم. اون زمان زیر بیت یه صدای لوپی پلیه که کل موزیک این صدا لوپه بود و اتفاقا خیلی باحال بود، من خیلی دوستش داشتم. فکر کنم سمپل هم باشه چون خیلی یه وایب نوستالژیکی به من میده. حالا نمیدونم اینجاش که ترک فست شد و جامپ هم نزد حتی، یعنی فست شد قشنگ حالت رپ کردنش، فلوش عوض شد، به نظر من بهتر بود که او قطع میشد، اصلا نشسته بود میدونی با هم مچ نبود. یه دونه این ایراد بود به نظر من، برای من شنونده این زیاد جالب نبود، ولی در کل فصل خوندنش این فلوش قشنگ بود، خوب تونسته بود درش بیاره، اصلا آزاردهنده نبود، فقط همون صدای خیلی اذیت میکرد. یه دونه این، یه دونه همین که موزیک ویدیو به نظر من اگر قراره که از یوتیوب ریلیز بشه بهتر فریم یوتیوب باشه. این خیلی واقعا تاثیر داره توی دید مخاطب. و اینکه خیلی موزیک ویدیو ساده، لوکیشن ها ساده و ساده، ولی خب شات های خوبیه، یعنی چیز اگزاجری توش نمیدیدی بجز این نوره، این نور پردازی رو من اصلا نمیپسندم، بذارم اصلا قشنگ نیست. و اینو به خاطر اینکه من میبینم که امین آنتونی خیلی خوبه و پتانسیل بهتر شدنم داره دارم میگم. به نظر من اگر قراره یه آرتیستی موزیک ویدیو بده باید خیلی روی کوالیتیش و روی ادیتش و نور پردازی و ایناش دقت کنه، این خیلی مهمه واقعا و خیلی تاثیر میذاره. خب که خاک خوردم که شدم یه آدم اهل دل و خاکی. اگه چک بخورم چک و پس میدم تو این مسیر نمیشه من تسلیمم. اینه تسلیمم، اینا که منو میبینن در میرن آره فهمیدن نمیتونم بکنم کلبام خیلی رو میگم آجی حرفام من این روزا ندارم. من اعصابم نمیشه که بیاین و درتون و نذارم و نذارم و نذارم دیگه هیچ انتظار یک کسی من ندارم. اون زمانی که نبودی چه امکاناتی فراهم، ترجی دادم تکی بیام و بالا و نمالم شما رو آفرین مالی کلا آتی فراهم، ترجی دادم تکی بیام و بالا و نمالم شما رفیقا چمارم خودمون هر جا بریم دفعی ها میریزم. خب 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 بذارید حداقل ضعف ویدیو رو میگیم، نکات خوبش هم بگیم. خیلی من اکتا رو دوست دارم و این اکتا شاید عالی بود. بایستم هر جا بریم دفعی ها میریزم دورمون، از من ایراد صدام رسید. وای چه بانوی خوش استایل خوبی، به به چی پسندیدم. بیا میریزن دورمون
هی تهران میگیرن هی از من ایراد صدام رسیده به شمال تا مرکز ایران به این مسیر ماره دارم دادا ایمان تا نرسیدم به هدفم دست از تلاش بر نمیدارم این بار نه نه بر نمیدارم این بار چه نگاه داره مگه چه چپ چپ نگاه میکنی پسر اون من آکان زور زده به من اهه مشکل داری ها دعوا داره خب اینم از این بگو خب اینم از ترک عزیزتان از امین آنتونی چقدر از تو از شد هر چیزی که لازم بود گفته به شرط یه ریاکشن ویدیو گفتم اون تهش هم شوخی بود و برای موقع ناراحت نشن و دمشگم و پرقدرت ادامه بده بچه های سیستان هم حتما حمایت کنین از آرتیستتون چون واقعا کارش درسته دمشگم دم شما هم گرم مرسی که تا اینجای ویدیو من همراه بودین با اون خانمه بگید بگه شلوارش رو کجا خریده دوست داشتم دمتون گرم تا یه ویدیو دیگه خدافظ